با درودی دیگر خدمت همراهان گرامی، با بخش دیگری از ویدیوهای آیا می دانستید در خدمت شما هستیم. آقا محمد خان قاجار، بخش پایانی. لطفاً برای حمایت از ما کانال دانستنی ها را سابسکرایب نمایید. آمادگی حمله به بخارا. آقا محمد شاه مدتی در مشهد ماند و به اوضاع خراسان رسیدگی کرد. ظاهراً هدف وی حمله به هرات که در آن زمان در دست دورانی ها بود، اما در گذشته ولیعهد ایران بر آن حکومت می کرد بود. وی سفیری نزد پسران تیمورشاه دورانی در کابل و هرات فرستاد و از آنها خواست که اظهار اطاعت کنند، در امور ماوراء النهر دخالت نکنند و بلخ را تسلیم کنند. همچنین جان ملکم نوشته است که نقشه حمله به بخارا در سر می پروراند. شاه سفیری راهی بخارا کرد و در نامه خود به جای اینکه حاکم کنونی شهر یعنی شاه مراد را خطاب قرار دهد، نامه را خطاب به ابوالقاضی خان حاکم برکنار شده نوشت. دلیل این کار حمله شاه مراد به مرو و کوچه اهالی آن به بخارا بود. آقا محمد شاه شاه مراد را تهدید کرد که مرو را تخلیه کرده و اسرای ایرانی را آزاد کند. گفته اند شاه مراد جواب نامه را با توهین داده، اما دستوری مبنی بر آمادگی اسرای ایرانی صادر کرد که اگر لازم شد به ایران بازگردند. در همین زمان روسها به قفقاز حمله کردند و آقا محمد شاه به تهران بازگشت. حمله روسیه به قفقاز. چون خبر تسخیر تفلیس به روسیه رسید، جنرال ایوان گودویچ که ابتدا موضوع حمله به گرجستان را جدی نگرفته بود، به کاترین کبیر نامه نوشت که حمله دست نشانده روسیه تفاوتی با حمله مستقیم به روسیه ندارد. پیشنهاد داد که تزارینا حمله تلافی جویانه ای علیه شاه تدارک ببیند. کاترین پیشنهاد را پسندید و با کمک پلاتون زبوف شروع به آمادگی برای حمله کرد. کاترین وظیفه فرماندهی حمله را به والریان زبوف برادر پلاتون سپرد. والریان با 30,000 سرباز راهی شد و وظیفه داشت که قوانین شرق قفقاز را تابع روسیه کرده و آقا محمد شاه را برکنار و برادرش مرتضی قلی که به روسیه پناهنده شده بود را به جای او به سلطنت برساند. زبوف وعده داده بود که ستامبر در اصفهان خواهد بود. هرچند هرگز از عرص عبور نکرد، با این حال وی موفق شد تعدادی از قوانین قفقاز شرقی را مطیع روس‌ها کند. وی همه قوانینی که حاضر به اطاعت شدن را در سمت خود باقی گذاشت. همه تسلیم شدند به جز محمد خان ایروانی، با این حال سپاه روس به او حمله نکرد. همچنین مشخص شد که 3 تن از خانهایی که تسلیم شده بودند برنامه قتل او را در سر می پروراندند. با این حال وی فرصت تازه‌ای به آنها داد. از آن 3 نفر قوانین قره‌باغ و شکی اظهار اطاعت کردند، اما خان شروان به کوها پناه برد و قلمروش توسط زبوف تسخیر شد. شیخ علی خان دربندی هم مقاومت کرد و پس از محاصره ای 2 ماه شکست خورد و برکنار شد. برنامه‌ریزی های ضعیف، ناآشنایی با قفقاز، عدم پیروی از برنامه های قبلی توسط زبوف و حرکت نزدیک مرز عثمانی که باعث می شد روس ها نتوانند لشکرکشی بزرگی را ترتیب دهند، سپاه روس را در وضعیت خطرناکی قرار داد. اما کاترین دوم درگذشت و جانشین او پاول اول فردای روز مرگ سلف خود سپاه را به روسیه فراخوان و حمله را ملغا کرد و سپاه روس عقب نشینی کرد. ورود آقا محمد شاه به شوشی. آقا محمد شاه که به تهران رسید، به نیروهای نظامی ولایات دستور داد که با سربازانشان راهی تهران گردند تا بهار سال آینده با روس‌ها روبرو شوند. ظاهرا انتظار داشت که این حمله زیادی طول بکشد، زیرا فتح علی را نایب السلطنه خود اعلام کرد. وی میرزا شفیع صدر و میرزا محمد خان قاجار که از معتمدانش بودن را به حاکمیت تهران گماشت و به آنها امر کرد. در صورتی که اتفاقی افتاد تا زمان ورود فتح علی از فارس کسی را به شهر راه ندهند.
آقا محمدشاه افرادی را که بیم داشت که در صورت عدم بازگشتش برای به سلطنت رسیدن نایب السلطنه درد سر ایجاد کنن را هم با خود برد. همچنین حاج ابراهیم هم همراهش بود. آقا محمدشاه قرار بود از مسیر آذربایجان وارد قره‌باغ، شیروان و گرجستان شود، اما زمانی که در سلطانیه اردو زده بود خبر عقب نشینی زبوف به او رسید. با شنیدن وضعیت قفقاز برنامه تغییر کرد. حمله به گرجستان دیگر فوریتی نداشت. نتیجتاً آقا محمدشاه تصمیم گرفت که به قره‌باغ لشکر بکشد تا ابراهیم خان حاکم آنجا را که با روس‌ها پیمان بسته بود و پل‌های ارتباطی دو ساحل ارس را از بین برده بود را مجازات کند. سپاه شاهی از شهر میانه راهی اردبیل شد و از آنجا مسیر شوشی مرکز قره‌باغ را در پیش گرفت. در آدینه بازار گروهی از بزرگان شوشی به استقبالش آمدند و به او خبر دادند که ابراهیم خان به همراه خانواده اش به داغستان فرار کرده. آقا محمدشاه سپاه خود را به رهبری حاج ابراهیم کلانتر و سلیمان خان قوانلو در آدینه بازار گذاشت. حسین قلی خان و پسران فتح علی، حسین علی میرزا و محمد قلی میرزا نیز با آنان بودند. خودش با 5000 سوار و 3000 پیاده وارد شوشی شد. قتل آقا محمد خان قاجار. ورود به شوشی در سال 1176 خورشیدی زمینه ساز پایان زندگی آقا محمد شاه شد. مطابق روایت های موجود در سومین روز اقامت در شوشی یک درگیری میان دو تن از خدمتکاران یعنی صادق گرجی و خداداد اصفهانی رخ داد. آنها سر و صدایی بلند کردند که باعث آشفتگی شاه شد و وی دستور داد اعدامشان کنند. صادق خان شقاقی از سرداران آقا محمدشاه تلاش کرد وساطت کند و آن دو خدمتکار را از مرگ برهاند، اما شاه نپذیرفت. صادق خان به او یادآوری کرد که چون جمعه است بهتر است آن روز را به روز دیگری منتقل کند. آقا محمدشاه نیز پذیرفت که یک روز اجرای حکم را عقب بیندازد. با اعتماد به نفسی فوق‌العاده یا حماقتی عجیب شاه اجازه داد که آن خدمتکاران به وظیفه خود ادامه دهند و دستور به دستگیریشان نداد. آنها که نیز مرگ خود را حتمی می دیدن با همکاری یک خدمتگزار دیگر به نام عباس مازندرانی بر سر او ریختن و کشتنش. مرگ آقا محمدشاه در مجموع اتفاق مبهمی است و مشخص نیست که این روایت حقیقت دارد یا اینکه توطئه بزرگتری برای قتل او در جریان بوده. ممکن است صادق خان شقاقی برنامه ریز نقش ایجاد قتل شاه بوده باشد، یا اینکه آن دسته از خوانین قفقاز که با روسیه همکاری کردند از ترس آقا محمدشاه برنامه قتلش را ریختند. شاید صادق خان گرجی یکی از بازماندگان نبرد کرسانیسی و کشتار تفلیس بوده باشد. به هر حال آن سه خدمتکار جواهرات شاه از جمله دریای نور و تاج ماه را برداشتند و به صادق خان شقاقی تحویل دادند. او نیز آن سه تن را تحت مراقبت خود قرار داد و صادق خان سپس با سربازان خود به تبریز تاخت و اردوی شاهی در شوشی نیز به غارت رفت. آشوب در سپاه آقا محمد خان بالا گرفت و ابراهیم خان کلانتر در پی ایجاد نصب گروهی را به فرماندهی حسین قلی خان برادر فتح علی شاه از راه تال شفت و رش به تهران فرستاد و خود با تفنگچیان فارسی و مازندرانی از اردبیل و زنجان به دارالخلافه بازگشت. جسد آقا محمد شاه توسط علمای شوشی دفن گردید. بعدها که فتح علی شاه در تهران مستقر گردید، دستور داد بقایای او را به تهران منتقل کنند و در حرم عبدالعظیم حسنی دفن کنند. مدتی بعد مجدداً او را نبش قبر کرده و جسدش را با تشریفاتی خاص به نجف انتقال دادند و پشت ذریح حضرت علی به خاک سپردند. فتح علی شاه همچنین صادق خان شقاقی را بعدها در جنگی شکست داد و جواهرات سلطنتی را پس گرفت. قاتلان نیز دستگیر شدند و به دستور شاه با جدا کردن مفاصل و زنده زنده به آتش کشیدن کشته شدند. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.